اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. دوستای نازنین، سلام و عرض و ادب خدمت تک تک شما. امید که جور و صحت و سلامت باشید. بنده جاوید صدیقی امروز خواستم موضوع تقوا را شریک بسازم، به خصوص در ماه مبارک رمضان که الله سبحانه و تعالی فرض گردانیده بر ما و همچون در قرآن ذکر کرده که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم کم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تای کسانی که آمنوا ایمان آوردید، کسایی که ایمان ندارن بر الله خب بس جداگانه است، و کسایی که ایمان آوردن رو سرش بس میکنیم که وقتی که تو ایمان آوردی تو چی کار میکنی؟ آیا تقوا پیشه میکنی؟ آیا کار میکنی؟ آیا روزه میگیری؟ آیا عبادت میکنی؟ آیا صرف بر نام مسلمان هستی؟ چی حقیقتا را داره؟ و خداوند گفته که ما این روزه را فرض گردانیدیم بر شما و همچنان بر کسایی که پیش از شما بوده. این نیست که تنها بر ما باشه روزه. حال یهود هم میگیره روزه را، نصارا هم میگیره، هندو هم میگیرن، و ما مسلمان ها هم روزه میگیریم. و چرا ما روزه میگیریم؟ خداوند ما را خلق کرده، آدم علیه السلام را خلق کرد و نامش آدم ماند، و بعد از او بی بی هوا را خلق کرد و نامشان انسان ماند. و این فرق انسان و آدم است. وقتی که ما انسان شدیم، ما باید انس میگیریم از یکی دیگر در اجتماع خوب، امرای دوستای خوب، تا بتانیم ما تقوا پیشه کنیم. چون الله ذکر کرده لعلکم تتقون، که باید تقوا بگیری. تقوا در زندگی هدف اول ما از تقوا است. بعدن که ما تقوا را پیشه کنیم، ما باید صفتهای را داشته باشیم که تا بتانیم بر تقوا برسیم. و یکی مهمترین صفتهای است که ما از طریق ماه مبارک رمضان، از روزه گرفتن، عبادت کردن، میتونیم زودتر به تقوای بالا برسیم و دسترسی پیدا کنیم. این تقوا نه تنها بر خوردن نوشیدن است، و بلکه بر خاطر صحت و سلامتی ما است، و به خاطر روح ما است و فکر ما است که ما چه قسم آرام باشیم. 11 ماه ما همیشه هر لحظه‌ای که می‌خوایم می‌نوشیم، و هر لحظه‌ای که می‌خوایم می‌خوریم، هر لحظه‌ای که هر کاری میشه از دست خود نظر به شخص کار خوب یا کار بد انجام میدیم. و این ماهی است که خداوند ما را بسیار یک امتحان یا یک چلنج بسیار سخت‌تر قرار داده که ما باید دیسپلین شویم. و او دیسپلین چطور میتونه آدم دیسپلین بسیار عالی برخوردار باشه؟ او کس که کنترل داشته باشی یا مدیریت خوب داشته باشی بالای جسمت و بالای روحت و بالای قلبت، که بتونی زیر کنترل خود داشته باشی و بعدن بتونی به تقوا برسی. و عبادت هایی را که ما میکنیم، به خصوص در این دهه اخیر ماه مبارک رمضان که بسیار پربرکت است، و لیلت القدر هم در این روزای می باشد، در روز آخر شبهای تاق، و الله و علم اگر سپری شده باشه و یا باشد این چند روز آینده، و ما باید یار از دست ندیم. و شب لیلت القدر برابر بر 1000 ماه است. نسل هایی که پیش از ما زندگی میکردن چند صد سال عمر میکردن، و در این چند صد سال طول خود عبادت هم میکردن. و فعلا ما اگر زندگی بکنیم 70-80، اوسطش 70 باشه، در یه اوسط 70 سال ما عبادت میکنیم، برابر نمیشه برابر کسایی که 300 سال عمر کرده باشه، 400 سال عمر کرده باشه، ما عبادت رسیدگی بتانیم. و میخاطر خداوند بر ما شب قدر عطا کرده که ما یک شب از این عبادت سپری کنیم، برابر 1000 ماه هست که تقریبا 70-75 سال میشه. و از این طریق ما بتانیم زندگی خوب داشته باشیم، دوستای خوب داشته باشیم، در محیط خوب زندگی بکنیم. و نه تنها که زندگی خوب میکنیم در این دنیا، و این زندگی خوب باعث شعبت که زندگی آرامتر خوبتر داشته باشیم در روز آخرت. چون تمام عبادتی که ما میکنیم در این دنیا است، و در بهشتی که میری اونجا دیگر عبادت، دیگر کار، دیگر چیزی نمیکنیم.
و از اقتصاد خوب برخوردار میشیم و مردم غریب بیچاره را کمک میکنیم، خیر بر مردم میرسه، تقوا نصیبت میشه. و اگر خودت از غذا کمخوری میکنی و کنترل خوب میداشته باشی در وقت را ماه مبارک رمضان، بر مفاد خودت از سیستم خودت پاک میشه، وجود خودت پاک میشه، روح روان خودت پاک میشه، سر خود حاکم میشی. یک شخصی که 19 ساعت یا 18 ساعت روزه میگیره، چقدر فکر کو که سیستم وجود ازی تقویه میشه، سیستم فکر ازی امی بهترین وقت مغز انسان که رشد میکنه، میتونی تفکر بکنی و در وقتی است که شکمت گرسنه باشه، حافظت خوبتر میشه. ای کنترل صرف کلش در تقوی است و در میدهت است و در سیستم خودت است که تو چقدر سر خود حاکم هستی. و یک کسی که پرسان میکنه گروزه میگیره 18 ساعت 17 ساعت، اصلا قابل باور نیست، میگه اگر من 5 ساعت نگیرم من از بین میرم، چون ایمانش ضعیف است، تقوی ندارد. اگر ایمانت قوی باشه که 20 ساعت باشه و 24 ساعت باشه، خداوند و ظرفیت داده برد، توانایی را داده. خداوند ما را خلق کرده و میفهمه که توانایی را داریم که بر ما فرض گردانیده. و اگر توانایی شما نمیداشتیم، خداوند هرگزی را فرض نمیکرد. هر کاری را خداوند فرض کرده و سنت رسول الله است، او یک معیاری است برای بشریت، نه ترا برای مسلمان ها. هر کس فکر میکنه قرآن و سنت برای مسلمان هاست، این برای بشریت است. بشر باید زندگی خوبتر داشته باشه، در محیط خوب زندگی کنه، تقوا پیشه کنه. امروز بدبختی جنگ در سر تا سر کشور است. بخاطر چی است؟ بخاطر که ایمان ضعیف است، بخاطر که نفس بسیار ظالم است. و ما چون که ایمان ما ضعیف باشه، ما حاکم نمیتونیم باشیم سر نفس خود. وقتی که حاکم نبودیم، تعصب به وجود میاد. وقتی که ما حاکم سر نفس خود نبودیم، سر قلب خود نبودیم، سر ذهن خود نبودیم، باعث بدبختی جامعه میشیم. حال در جامعه ما به خصوص افغانستان چی حالت است؟ کلش از نادانی و از بی‌تقوایی است و از ایمان ضعیف است. اگر ایمان ضعیف نداشته باشند، این بدبختی دچار ما نمیشه. و خداوند که هر کاری را میکنه، گفته کار خیری را که میکنه از طرف خودتان است و شر را که میکنه و از طرف خودتان میاد. هر کاری را که میکنه نتیجهش را میبینه. دیگه وقتتان را زیادتر نمیگیرم و خداوند عبادتتان را قبول و مقبول درگاهت خود کنه. و چند روز اخیر هم کوشش کنه که در عبادت سپاری کنه و از دست نده روزای این شبهای طلایی را. و همچون رسول الله صلی الله علیه و سلم این شبهای ماه مبارک رمضان و خصوص در روزش آنقدر عبادت میکردن، آنقدر عبادت میکردن که در طول سال عبادت هرگز نمیکردن، که اینقدر پافشاری میکردن، چون سپاسگزاری میکردن و پیغمبر خداوند بود، میتارست نکنه و چون سپاسگزاری میکرد. و ما که یک بنده خاکیش هستیم، امت رسول الله هستیم، و ما چطور نکنیم عبادت؟ ما چطور سپاسگزاری نکنیم؟ نگه روز و روزگار خوش داشته باشید. الله نگهدار.